مهمترین اخبار امروز دنیای فارکس. دلار سودها را کاهش می دهد اما دستاوردهای اخیر خود را حفظ می کند. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز سه‌شنبه 12 ژانویه 2021 باید بدانید. دلار در معاملات روز گذشته در برابر اکثر رقبای بزرگ به رشد خود ادامه داد، اما در ساعات آخر معاملات وال استریت زمین را واگذار کرد. شاخص‌های اصلی ایالات متحده بخشی از ضررهای اولیه خود را کاهش دادند، اما در نهایت پایین‌تر بسته شدند. اکنون رابطه پیشین و سنتی بین ارزش سهام و دلار ممکن است دوباره شروع شده باشد. بازده اوراق قرضه خزانه داری امریکا بالاتر رفت و رشد پیشین خود را دوباره تجربه کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در معاملات شب گذشته تا 1.14% رسید. از دیدگاه فاندامنتال، سرمایه گذاران همچنان به ایجاد ارتباطی بین آمار ضعیف اشتغال ایالات متحده و احتمال بسته محرک مالی بیشتر ادامه دادن. جو بایدن رئیس جمهور آینده ایالات متحده قول داد که روی یک برنامه محرک جدید در حجم چند تریلیون دلار کار خواهد کرد. در انگلستان نخست وزیر بوریس جانسون هشدار داد انگلیس در برهه بسیار خطرناکی از همه گیریست، زیرا افزایش موارد مبتلا به ویروس کرونا باعث فشار بر سیستم بهداشتی شده است. نخست وزیر افزود که آنها اکنون در جلوگیری از سرایت بیشتر با زمان مبارزه می کنند، زیرا ممکن است سیستم بهداشتی بیش از حد تحت فشار قرار بگیرد. طلا به کاهش پیشین خود ادامه داد و روز را زیر 1850 دلار در هر اونس به پایان رساند. قیمت نفت خام با ثبات نسبی به 52 دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد. تقویم اقتصادی امروز خالی از هر گونه داده مهم بوده و چشم‌ها به سخنرانی‌های اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و مالی بانک‌های مرکزی بریتانیا و ایالات متحده می‌باشد. با تشکر از توجه شما به این بخش خبری، از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @pro_esquiz_news دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.